سلام دوستان، امیدوارم خوب باشید. در خدمتتون هستم با جلسه دهم از آموزش زبان ایتالیایی سطح مقدماتی. این جلسه ما به صفتهای ملکی و طریقه ساختشون میپردازیم. صفات ملکی در زبان ایتالیایی اجتیوی پوسسیوی گفته میشن. صفات ملکی مالکیت یک اسم و یک فرد نشون میدن و همیشه باید حرف تعریف اون اسم پشت صفت ملکی باشه. نکته دیگه که اینجا باید گفته بشه اینه که این جنسیت این صفت هایش ربطی به جنسیت فرد نداره، همش به جنسیت اسمیه که جلوشون قرار میگیره و اینا با توجه به اسم در حقیقت تغییر شکل میدن. برای مثال مال من میشه ایل میو و در مؤنث میشه لمیا، جمع مذکری میه و جمع مؤنث لمیه، مال تو ایل تو در مفرد مذکر و لا تو در مفرد مؤنث، ای تو در جمع مذکر و ل تو در جمع مؤنث و الی آخر. بقیهشون هم به همین شکل هستن، یعنی چهار حالت دارند: مال او، مال شما، ایل سو، لا سو، ای سو، ل سو، مال ما، ایل نوسترو، لا نوستا، ای نوستی، ل نوستره، مال شما، منظور شما جمع هست، ایل وسترو، لا وسترا، ای وستی، ل وستره، مال آنها، ایل لورو، لا لورو، ای لورو، ل لورو. در ادامه برای تفهیم بهتر مطلب به دو مثال یکی مذکر و مؤنث می‌پردازیم. ایل لیبرو معنای کتاب و لا پنا به معنای خودکار که جمعشون ایل لیبری و لپنه هستش. حالا برای مثال میخواییم بگیم که کتاب من، اولین المانی که باید لحاظ بکنیم اینه که اسم ما چی هستش، اسم ما مذکر هستش و مفرد، پس در نتیجه باید حرف تعریفش رو حتما پشتش بذاریم، این میو لیبرو. و در جمع خب چون یه نوع صفته مثل همه نوع صفتهای دیگه، وقتی که اسم جمع بشه صفت هم تابعه اون جمع میشه. وقتی لیبرو میشه لیبری، خب جمعش هم میشه میای لیبری. و پنا همینطوری که اسم مفرد مؤنثه، در نتیجه صفتش هم باید تابع اسمش باشه، لمیا پنا، و در جمع به لمیا پنه. توجه کنید، باز این نکته رو تاکید میکنم، این هیچ ربطی به جنسیت من که یک فرد هستم نداره، به جنسیت اون اسم ربط داره. برای تو ایل تو لیبرو، ای تو لیبری، لا تو پنا، لی تو پن، مال او و مال شما مؤدبانه چی؟ ایل سو لیبرو، ای سو لیبری، لا سو پنا، لی سو پن، مال ما، ایل نوسترو لیبرو، در جمع ایل نوستری لیبری، لا نوسترا پنا، لی نوستر پن، مال شما یا شمای جمع منظور هست، ایل وسترو لیبرو، ای وستی لیبری، لا وستا پنا، لی وست پن، مال آنها، ای لورو لیبرو، ای لورو لیبری، لا لورو پنا، لی لورو پن. باز اینجا فرمول کلی رو براتون آوردم: آرتیکل دترمیناتیو و حرف تعریف معین به اضافه اجتیو پوسسیو و صفت ملکی مربوطه به اضافه سوستانتیو اون اسم مربوطه. حالا هر اسم میتونه باشه، میتونه اسم مذکر باشه، مؤنث باشه، جمع مذکر، جمع مؤنث باشه. برای مثال لمیا کاسا، خانه من، در جمع لمیا کاسا، خانه های من، ایل تو تلفونو، تلفن تو، ای تو تلفن، تلفن های تو، لا سوا ماکینا، ماشین او، لا سوا ماکینا، ماشین های او، لا سوا ماکینا دو مرتبه، ماشین های شما مؤدبانه، خب میتونه هر دو معنی رو داشته باشه، و لسو مکینه، ماشین های شما مؤدبانه، این نوسترو پایزه، کشور ما، این نوستری پایزی، کشورهای ما، لبوستا چیتا، شهر شما، لبوستا چیتا، شهرهای شما، ایلورو اورولوجو، ساعت آنها، ایلورو اورولوجی،
ساعت‌های آنها. فقط نکته که اینجا وجود داره اینه که ببینید مثلا اسمی که با حرف صدادار شروع میشه مثل اورولوژو یا مذکری هستش که با اسم میاد و بعد از اس حرف بی صدا مثل استودنته، تو این کیس اینا حرف تعریفی که میگیرن ایل هست باز، چون ایل باشه لورو میاد، در نتیجه اینا چون مذکر هستن مثل این میمونه که با حرف بی صدا شروع شده باشن جفتشون و همون ایل رو میگیرن دیگه، لو و الاپاستروفی وجود نداره. صفات ملکی برای اعضای خانواده. برای اعضای خانواده فقط در مفرد به غیر از لورو همیشه صفت ملکی بدون حرف تعریف میاد. پس در حالت مفردشون منهای لورو همیشه بدون حرف تعریف میاد. الان مثالی با هم میبینیم. برای مثال اسم پدره، خب یه اسم مفرد مذکره. اگه بخوایم بگیم پدر من میگیم چی؟ میو پدره. یا تو پدره، پدر تو، سو پدره، پدر او، نوسترو پدره، پدر ما، وسترو پدره، پدر شماها. ولی برای لورو ایل لورو پدره، باز ایل میاد. مثالای دیگه مثلا میو فراته لو تو نونو سو کوژینو نوسترو زیو وسترو نیپوته میو سوچرو تو کنیاتو میو فیلیو و غیره. برای مؤنث های مفرد هم همین داستانو باز داریم. میا مادره، مادر من، تو مادره، مادر تو، سو مادره، مادر او یا مادر شما مؤدبانه، نوست مادره، مادر ما، وست مادره، مادر شماها. ولی برای لورو باز لالورو مادره، باز حرف تعریف میادش، درسته؟ میا سورلا، تو نونا، سو کوژینا، نوستا زیا، وست نیپوته، میا سوچرا، تو کنیاتا، سو فیلیا. همطور که میبینید این داستان برای مؤنث هم صدق میکنه. و در جمع مذکر و مؤنث اسامی که به اعضای خانواده برمیگردن باز دو مرتبه آرتیکلو میاد، انگار که اسامی عادی هن. مثلا میای فراتلی، توی نونی، سوی کوژینی. حالا در مؤنث هم همینطور، لمی سورل، مثلا لمی نون، لسو کوژینه. پس همین داستان باز تکرار میشه. یه نکته کوچیک اینجا وجود داره که برای اسم پاپا به معنای بابا و ماما به معنای مامان حرف تعریف معین در همه حالت میاد، باید بذاریم همیشه. پدره مساوی با پاپا که خودمونی تره همون پدر هست، یعنی بابا، این میو پاپا. و مادر مساوی با ماما که میشه لامیا ماما، حالا لا تو ماما، لا سو ماما. اوکی، همه مدلاش حرف تعریف رو میگیره.